عرض سلام و احترام دارم خدمت همراهان گرامی فرادرس. من به امید زندی هستم. در این آموزک می خواهیم به محاسبه حجم با استفاده از انتگرال سگانه بپردازیم. اگر تابع f رو برابر با 1 در نظر بگیریم، در این صورت انتگرال این تابع در داخل یک حجم فضایی دقیقا بیانگر حجم اون فضا هست. حال میتونیم محاسبات انتگرال سگانه رو در 3 تا مختصات کارتزیان، استوانه‌ای و کروی انجام بدیم. در مختصات کارتزیان المان حجم یا دی وی برابر میشه با دی ایکس دی وای دی زد. این انتگرال رو در داخل فضای یو به دست میاریم و بیانگر حجم داخل فضای یو هست. مجموعه یو با توجه به شکل فضایی مشخص میشه. در مختصات استوانه از 3 تا پارامتر آر، تتا و زد استفاده میکنیم و المان حجم میشه آر دی آر دی تتا دی زد و این انتگرال رو در داخل مجموعه یو محاسبه می کنیم و در مختصات کروی از رو، فی و تتا استفاده می کنیم. المان حجم میشه رو بتان 2 سینوس فی دی رو دی فی دی تتا. جهت یادآوری، در مختصات کروی رو فاصله از مبدأ مختصات هست، فی زاویه بردار با محور زد و تتا هم زاویه تصویر بردار بر روی صفحه ایکس وای با محور ایکس هست. رو برابر هست با رادیکال x2 به علاوه y2 به علاوه z2. فی هم تانجانت به تان منهای 1 رادیکال x2 به علاوه y2 تقسیم بر z هست. تتا هم میشه تانجانت به تان منهای 1 y تقسیم بر x. حال به صورت معکوس x میشه رو کوسینوس تتا سینوس فی، y میشه رو سینوس تتا سینوس فی، z هم میشه رو کوسینوس فی. تتا در اینجا چرخش نسبت به محور زد رو مشخص میکنه و بین 0 تا 2 پی تعریف میشه، اما فی زاویه با محور زد هست و بین 0 تا پی تغییر میکند که 0 مربوط به بخش مثبت محور زد هست و پی هم مربوط به بخش منفی محور زد هست. در مختصات استوانه‌ای از آر، تتا و زد استفاده میکنیم که زد مثل دستگاه مختصات کارتزیان هست، تتا هم مثل دستگاه مختصات کروی هست و آر فاصله از محور زد هست یا میشه رادیکال x2 به علاوه y2. دقت بکنید که آر مربوط مختصات استوانه‌ای هست ولی در مختصات کروی ما رو داشتیم که فاصله از مبدأ مختصات بود. تتا هم میشه تانجانت به تان منهای 1 y تقسیم بر x و z هم همون z در مختصات کارتزیان هست. به صورت معکوس هم x میشه آر کوسینوس تتا، y هم r سینوس تتا هست و z هم میشه z. حال در مثال اول یک مخروط بدین صورت داریم که شعاع قاعده اون r ارتفاع اون هم h هست و میخواهیم حجم مخروط رو به دست بیاریم. میتونیم محاسبات انتگرال رو در مختصات کارتزیان، استوانه‌ای و کروی انجام بدیم و با هر سه روش به یک نتیجه خواهیم رسید. ابتدا معادله سطح مخروط رو مینویسیم. x به تان 2 به علاوه y به تان 2 برابر میشه با r تقسیم بر h ضرب در z به تان 2. این معادله سطح این مخروط هست. از اینجا ما میتونیم z رو به دست بیاریم. z برابر میشه با h بزرگ تقسیم بر r بزرگ ضرب در رادیکال x به تان 2 به علاوه y به تان 2. حال u فضای داخل مخروط هست که باید اون رو در مختصات کارتزیان بیان بکنیم. تصویر کل ناحیه U بر روی صفحه XY این دایره هست، دایره به مرکز مبدأ و شعاع R. پس میتونیم X رو در فاصله منهای R تا مثبت R تعریف بکنیم و Y رو در فاصله منهای رادیکال R به تان 2 منهای X به تان 2 تا مثبت رادیکال r به تان 2 منهای x به تان 2 تعریف می کنیم. منهای رادیکال r به تان 2 منهای x به تان 2 این نیم دایره رو مشخص می کنه و مثبت رادیکال r به تان 2 منهای x به تان 2 هم نیم دایره سمت راست محور x رو مشخص می کنه. خود x هم از این نقطه که منهای r هست تا این نقطه که مثبت r هست تغییر می کنه. اما z چی؟ زد از سطح مخروط که طبق این رابطه مشخص میشه، یعنی h تقسیم بر r ضرب در رادیکال x2 به علاوه y2 تا این سطح مقطع
که همون H هست تغییر میکنه. بنابراین U به این صورت تعریف میشه و فقط کافیه که انتگرال سگانه DV رو بر روی مجموعه U به دست بیاریم که میشه انتگرال منهای R تا مثبت R برای X، انتگرال منهای رادیکال R به توان 2 منهای X به توان 2 تا مثبت رادیکال R به توان 2 منهای X به توان 2 برای متغیر Y، و برای متغیر Z هم میشه H تقسیم بر R ضرب بر رادیکال X 2 به علاوه Y 2 تا H. المان حجم هم میشه DZ DY DX. V برابر میشه با انتگرال منهای R تا مثبت R انتگرال منهای رادیکال R به توان 2 منهای X به توان 2 تا مثبت رادیکال R به توان 2 منهای X به توان 2. انتگرال H تقسیم بر R ضرب در رادیکال X 2 به علاوه Y 2 تا H براتی به دست میاد، میشه H منهای H تقسیم بر R ضرب در رادیکال X 2 به علاوه Y 2 ضرب در DY DX. حال به این تابه نگاه بکنیم، هم نسبت به X و هم نسبت به Y زوج هست، بنابراین میتونیم انتگرال رو در فاصله 0 تا R و 0 تا مثبت رادیکال R2 منهای X2 محاسبه بکنیم و نتیجه رو 4 برابر بکنیم. برای X 2 برابر و برای Y هم 2 برابر میشه و در کل V 4 برابر خواهد شد. V برابر میشه با از H تقسیم بر R هم میتونیم فاکتور بگیریم، 4H تقسیم بر R ضرب در انتگرال 0 تا R انتگرال 0 تا رادیکال R2 منهای X2 ضرب در R منهای رادیکال X2 به علاوه Y2 DY DX. برای حل این انتگرال میتونیم از تغییر متغیر Y برابر با X ضرب در تانژانت U استفاده بکنیم. در این صورت DY برابر میشه با X ضرب در DU تقسیم بر کوسینوس به توان 2 U. همچنین محدودی U هم بین 0 تا R ضرب در کوسینوس X به دست میاد. اما استفاده از مختصات کارتزیان برای حل این انتگرال خیلی زمان بر هست و در ادامه نشون خواهیم داد که در مختصات استوانه‌ای و همینطور کروی خیلی سریع‌تر میتونیم انتگرال ها رو حل بکنیم. پس این نکته نشون میده که ما برای حل سریع انتگرال های سگانه باید از مختصات مناسبی استفاده بکنیم. در اینجا میایم از مختصات استوانه استفاده میکنیم. تصویر کل این حجم بر روی صفحه XY یک دایره به مرکز مبدا و شعاع R هست. پس میتونیم بگیم که تتا در مختصات استوانه ای بین 0 تا 2 پی تغییر میکند. R هم بین 0 تا R بزرگ تغییر می کند. همچنین Z برابر هست با H تقسیم بر R ضرب در رادیکال X2 به علاوه Y2، که این رادیکال X2 به علاوه Y2 همون R در مختصات استوانه ای هست، یعنی Z میشه H تقسیم بر R ضرب در R کوچیک. پس در داخل حجم مخروط Z بین H تقسیم بر R ضرب در R تا خود H تغییر می کند. در مختصات استوانه ای خیلی راحت تر تونستیم حجم U رو بر اساس پارامترهای R، تتا و Z بنویسیم. حال V برابر میشه با انتگرال 0 تا 2 پی برای تتا انتگرال 0 تا R برای متغیر R کوچیک یا فاصله از محور Z، و برای متغیر Z هم H تقسیم بر R ضرب در R کوچیک تا H بزرگ رو داریم، و المان حجم هم میشه R DZ DR DTتا. انتگرال 0 تا 2 پی DTتا میشه 2 پی. پس انتگرال اول خیلی راحت محاسبه شد. ضرب در انتگرال 0 تا R انتگرال H تقسیم بر R R تا H DZ میشه H منهای H تقسیم بر R بزرگ ضرب در R کوچیک. که حال در اینجا یک R هم داریم. DR. چون در داخل انتگرال Z نداریم، انتگرال Z میشه تفاضل کرانهای متغیر Z. H منهای H تقسیم بر R بزرگ ضرب در R کوچیک. حال در اینجا از یک H بزرگ فاکتور میگیریم. 2P ضرب در H بزرگ ضرب در انتگرال 0 تا R. این R کوچیک رو هم ضرب میکنیم. R
منهای آر به توان دو تقسیم بر آر بزرگ دی آر. وی برابر میشه با دو پی ضرب در اچ بزرگ ضرب در انتگرال آر میشه آر به توان دو تقسیم بر دو، انتگرال آر به توان دو تقسیم بر آر بزرگ هم میشه آر به توان سه تقسیم بر سه آر. آر رو صفر و آر بزرگ میذاریم و سم کم میکنیم. دو پی ضرب در اچ ضرب در صفر بذاریم صفر میشه و آر بزرگ هم بذاریم، آر بزرگ به توان دو تقسیم بر دو منهای آر بزرگ به توان دو تقسیم بر سه به دست میاد. کل این عبارت رو ساده بکنیم میشه یک سوم پی ضرب در آر به توان دو ضرب در اچ. اگر یک مخروط بدین صورت داشته باشیم که ارتفاع اون برابر با اچ باشه و شعای قاعده هم آر باشه، حجم میشه یک سوم پی آر به توان دو ضرب در اچ، که این پی آر به توان دو رو میتونیم مساحت قاعده در نظر بگیریم. یک سوم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع حجم یک مخروط رو مشخص میکنه. در ادامه واسطه از مختصات کروی این حجم رو به دست میاریم. در اینجا هم واسم محدوده اتتا بین 0 تا 2 پی تغییر میکنند، چون ما میتونیم یک دور کامل رو در داخل حجم نسبت به محور زد بچرخیم. اما محدوده فیچی فی از 0 تا فی 1 تغییر میکند. 0 برای محور زد هست و فی 1 هم این زاویه رو مشخص میکنه. این نقطه رو در نظر بگیریم، در این نقطه فاصله از محور زد یا آر برابر با آر بزرگ هست و زد هم برابر با اچ هست. پس از اینجا میتونیم بگیم که فی 1 برابر هست با تانژانت به تان منهای 1 آر تقسیم بر اچ. و یا میتونیم در اینجا یک مثلث قائم الزاویه تعریف کنیم و فی 1 میشه آرک تانژانت زل روبرو به زل بغل، که زل روبرو شعاع سطح مقطع هست که همون آر هست و زل بغل هم ارتفاع مخروط هست که برابر با اچ هست. پس فی 1 هم به این صورت مشخص شد. حال در سطح مقطع زد برابر با اچ هست و در مختصات کروی زد میشه رو ضرب در کوسینوس فی. پس از اینجا میتونیم بگیم که رو بین 0 که مبدا مختصات هست تا اچ بزرگ تقسیم بر کوسینوس فی تغییر میکنه. حال وی برابر میشه با انتگرال 0 تا 2 پی برای تتا، انتگرال 0 تا فی 1 برای فی، انتگرال 0 تا اچ تقسیم بر کوسینوس فی برای آر. المان حجم هم میشه آر به توان 2 سینوس فی دی آر دی فی دی تتا. وی برابر میشه با انتگرال 0 تا 2 پی دی تتا میشه 2 پی ضرب در انتگرال 0 تا فی 1. انتگرال آر به توان 2 هم میشه آر به توان 3 تقسیم بر 3، که آر رو در اینجا 0 و اچ تقسیم بر کوسینوس فی میذاریم و سم کم میکنیم. همچنین یک سینوس فی دی فی رو هم خواهیم داشت. از این 3 فاکتور میگیریم 2 پی تقسیم بر 3 ضرب در انتگرال 0 تا فی 1. آر رو صفر بذاریم صفر میشه و اچ تقسیم بر کوسینوس فی بذاریم و همینطور اون رو در سینوس فی هم ضرب بکنیم، اچ به توان 3 ضرب در سینوس فی تقسیم بر کوسینوس به توان 3 فی به دست میاد. 2 پی تقسیم بر 3 از اچ به توان 3 هم فاکتور میگیریم. انتگرال سینوس فی تقسیم بر کوسینوس به توان 3 فی معادل 1 تقسیم بر 2 کوسینوس به توان 2 فی هست، که حال فی رو 0 و فی 1 میذاریم و سم کم میکنیم. حال عبارت رو ساده میکنیم، این دو با این دو حذف میشه و پی تقسیم بر 3 ضرب در اچ به توان 3 رو خواهیم داشت. فی 1 رو جایگذاری بکنیم، 1 تقسیم بر کوسینوس به توان 2 فی 1 به دست میاد و 0 هم بذاریم 1 به دست میاد و اونها رو باید از هم کم بکنیم. حال کوسینوس فی 1 رو باید بر حسب اچ و آر بنویسیم. فی 1 این زاویه هست و طبیعتاً کوسینوس فی 1 میشه ضلع بغل که اچ هست تقسیم بر وتر که میشه رادیکال آر به توان 2 به علاوه اچ به توان 2. پس این عبارت برابر هست با پی ضرب در اچ به توان 3 تقسیم بر 3 ضرب در
معکوس توان دوم کوسینوس فی یک میشه آر به توان دو و علاوه اچ به توان دو تقسیم بر اچ به توان دو منهای یک. حال اچ به توان دو تقسیم بر اچ به توان دو یک میشه، یک منهای یک هم صفر میشه، پس این جمله و این جمله کلن هست میشه. اچ به توان دو با این اچ به توان سه ساده میشه و اچ در صورت به دست میان. پی سوم ضرب در اچ ضرب در آر به توان دو میشه یک سوم پی ضرب در آر به توان دو ضرب در اچ، که ما دقیقا همین فرمول رو در مختصات استوانه‌ای هم به دست آوردیم. یک سوم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع حجم